با سلام به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من مهران میرزایی هستم. در این برنامه نخست گفتگویی داریم با دکتر جمشید اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و به بررسی موضوع رانتخاری و دستور روحانی برای برخورد با ویژه‌خواران خواهیم پرداخت. گزارشی نیز داریم از واکنش‌ها به نشست حسن روحانی با هنرمندان و در پایان نیز مهستان بختیاری از نگرانی‌ها به انقراض گونه کمیاب یوزپلنگ ایرانی می‌گوید. با ما همراه باشید. رانت فرصتی غیر عادی است که به افراد یا گروه‌های خاص که معمولاً به هرم قدرت نزدیک هستند این امکان را می‌دهد تا با استفاده از آن سود و منافع سرشاری را نصیب خود کنند و از موقعیت‌های ویژه‌ای در جامعه برخوردار شوند. رانت‌خواری در اقتصاد ایران از سابقه طولانی برخوردار است و گرچه مسئولین نظام جمهوری اسلامی بارها وعده مبارزه با رانت‌خواری داده و قوه قضاییه از عزم خود برای برخورد با رانت‌خواران گفته، اما این موزل در اقتصاد ایران همچنان لاینحل باقی مانده است. علاوه بر ناکارآمدی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی این فرصت را به برخی داده تا با دور زدن تحریم‌ها ثروت‌های افسانه‌ای کسب کنند. اما چه مسئله‌ای بسترساز رانت‌خواری در کشور می‌شود؟ از مهمان برنامه دکتر جمشید اسدی پرسیدم. در ماه‌های اخیر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی درباره فساد مالی ناشی از تحریم‌ها انتقاد کردند. اصولاً چرا ساختار اقتصادی ایران زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند؟ بله، با تشکر از فرصتی که به من دادید و درود به بینندگان عزیز. ببینید این سوال رو چطور در مورد دیکتاتوری در کشور نمی‌کنید؟ اقتصاد رانتخاری یعنی دیکتاتوری که در سطح سیاسی هست، رانتخاری در سپهر اقتصادی هست. همچنان که در دیکتاتوری همه شهروندان نمی‌توانند آزادانه نامزد بشوند برای اینکه مثلا رئیس جمهور بشن یا نماینده مجلس بشن و باید از تمیزهای بیشماری بگذرند مثل شورای نگهبان، وضعیت مثلا قبول تام و تمام قانون اساسی و به ویژه اصل ولایت فقیه. می‌بینید حتی طرحی که چندی پیش دولت آقای روحانی در مورد فعالیت حزب ها پیشنهاد کرد، خب نوشتن هر حزب میتونه عقاید مختلف داشته باشه اما باید به شرط ولایت فقیه معتقد باشه و پایبند باشه. پس کسای شهروندی که این اصلا قبول نداشته باشه نمیتونه از گزینش بگذره و نامزد بشه. البته حالا از میون اونایی هم که اصل ولایت فقیه رو قبول دارن باز هم بسیاری گزینش میشن و نمیتوانن، مثل مثلا همین الان آقایان موسوی و کروبی در که در حصر به سر ببرن. حالا حتما شما و شماری از بینندگان عزیز خواهند فرمود سوال اقتصادی بود، چه ربطی به سیاست دارد؟ خب در اقتصاد هم اقتصاد رانتخاری درست مثل همین مسئله است. گزینش می شوند کسانی که می توانند فعالیت اقتصادی کارآفرینی داشته باشند و به بازرگانی و تولید بپردازند. دو مثال بزنم. میدونید که مثلا هر کسی به ویژه در دوران تحریم نمیتوانست واردات انجام بدهد. مثال دیگه، میدونید که هر کسی نمیتوانست دسترسی داشته باشد در زمانی که نرخ ارز چند تا بود به بهترین نرخ ارز، یعنی نرخ دولتی. یا مثال دیگه و این آخرین مثال من در دوران آقای احمدی نژاد به ویژه، بسیاری از طرح‌های بزرگ اقتصادی مثلا همین خط لوله بندر اصلویه، خط لوله اصلویه که برسد تا به پاکستان و بعد هند قرار بود برسه، البته هند هم کنار گذاشته شده، بدون تشریفات مناقصه به قول خود آقای احمدی نژاد و دولت ایشان با ترک تشریفات به سپاه پاسداران داده شد. سپاه پاسداران خیلی از امتیازها و طرح‌های دیگری هم بدین شکل گرفت. پس می‌بینید در اقتصاد هم مثل سیاست همه شهروندان نمی‌توانند
در فعالیت‌های اقتصادی، کارآفرینی، مناقصه ها شرکت کنند. مال عده خاصی است. یعنی دسترسی به امتیازات و فعالیت ها همچون در سیاست مال عده خاصی است. همین باعث اقتصاد راندخاری می شود. اقتصاد راندخاری خواهرخوانده دیکتاتوری و استبداد است در سپهر سیاسی. دستور آقای روحانی به اسحاق جهانگیری معاون اول خودش برای شناسایی ویژه‌خواران تا چه اندازه میتونه زمینه راندخاری رو از بین ببره؟ بله، ببینید، صمیمانه امیدوارم که آقای روحانی با اقتصاد راندخاری مبارزه بکنه. البته همین خود ایشان بودند که فرمودند سپاه پاسداران محبوب دلهاست و ما از سپاه پاسداران میخواهیم چندین پروژه بزرگ و کماکان در اختیار داشته باشند. این بعد از صحبتی بود که فرمودند علت اصلی گرفتاری اقتصادی ما اقتصاد انحصاری است. انحصاری یعنی همون رانتی است. خب ایشون تصمیمشون رو در این مورد نگرفتن. این که فرمودند باید با راندخاران مبارزه کرد، خب ایشون اولین نفری نیستن که این میدن. اگر خاطرتون باشه آقای احمدی نژاد تا مدت ها می گفت که من فهرست آقازاده ها رو در جیب دارم و بیارم بیرون. اکتاب آخر هم که دیدیم اقتصاد راندخاری در دوران ایشان که برنیفتاد هیچ تقویت شد. ببینید، بین دو مسئله باید تمیز قائل شد. یکی، جناح‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی به بعضی از راندخاران حمله می کنند. کدام راندخاران؟ راندخارانی که در جناح رقیب هستند، مثل همین برخوردی که با آقای بابک زنجانی شد. مسئله دیگه این است که با اصل نظام راندخاری مبارزه بشه. من امیدوارم که آقای روحانی پای این بروند و البته بعید می‌دارم. این که آقای روحانی به بعضی برخورد بکنن و اینها رو به عنوان راندخار بگیرن، خب همیشه در جمهوری اسلامی بوده. از شهرام جزائری عرب، از آقایان رفیق دوست، از مدیر کل بانک ملی که به کانادا رفت، تا بابک زنجانی، بسیار دیگر هستند در این مورد. این مبارزه با اقتصاد راندخاری نیست، این مبارزه با چند راندخار است که اتفاقا کمتر از هم راندخاری کردن. حتی آقای بابک زنجانی میدونم که میلیاردر هست، در این مورد ناآگاه نیستم، مقاله نوشتم. اما آقای بابک زنجانی فرعند به اصل نظام راندخاری که خود نظام جمهوری اسلامی است. یعنی میخواهم زبده پاسخم این است که باید تمیز گذار میان حمله به این یا آن راندخار و حمله به نظام راندخاری. میشود یک بار اعتراض کرد، کسی اعتراض بکنه که چرا رأی منو بد خوندن یا خوندن و اتفاقا مثلا وزارت کشور رسیدگی بکنند. یک وقت هست میشود آقا اصلا به این اصل گزینشی و اینکه هر نامزدی نمیتواند انتخاب بشود در سپهر سیاسی اعتراض کرد. تا اینجای کار به نظر میاد در بهترین حالت آقای روحانی میخواهند به بعضی از راندخاران، آن هم راندخاران جناح رقیب، حمله بکنند. ولی این کافی نیست برای اقتصاد ما، مادامی که به اصل راندخاری در نظام جمهوری اسلامی برخورد نشود. تحلیل شما از توان و پتانسیل تیم اقتصادی آقای روحانی برای از بین بردن زمینه‌های راندخاری در کشور چیه؟ ببینید، من در این مورد چندین نوشته داشتم و نوشته جدید هم به زودی در خواهد آمد. در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ تیم اقتصادی به اندازه تیم اقتصادی آقای حسن روحانی کار و دانش آموخته نبوده است. یعنی اگر واقعا قرار بشد تغییر و تحولی صورت بگیرد، دست کم از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی یا در چارچوب توانش جمهوری اسلامی، این بهترین تیم است که امروز بر سر کار است. اما اینکه این تیم هم به لحاظ دانش آموختگی هم به لحاظ کارآموختگی، تمام تیم ها میدونید این تیم اقتصادی رو سه دسته داره، سه مرتبه داره. یکی وزرایی هستن که کار اقتصادی میکنن در درون دولت، مثل مثلا آقای علی طبیب‌نیا، مثل
وزیر نیرو، مثل وزیر نفت، از این قبل. دسته دوم مشاوران و معاونین مستقیم آقای روحانی هستند، به ویژه در زمینه اقتصاد، که اینها پاسخگو مجلس نیستند، اما به عنوان عقل منفصل اقتصادی آقای حسن روحانی هستند. و یکی از بهترین اقتصاددان جمهوری اسلامی آقای اسحاق جهانگیری در همین دسته هستند. دسته سوم دسته ای هستند که قرار است نهادهای مستقل باشند، اما امروز همخوانی دارند با دولت آقای حسن روحانی، مثلا مثل بانک مرکزی و مثل برخی از نمایندگان شورای اسلامی، مثل آقای توکلی و مثل آقای مصباحی مقدم، که اینها خب همخوانی نشان میدهند به دولت آقای روحانی. یعنی الان بهترین توان هست، بهترین فرصت هست برای اینکه تغییراتی به نفع اقتصاد بازار بنیاد در کشور صورت بگیره. این توانش و این تیم اقتصادی با این سه دسته‌ای که عرض کردم دارد، این توانایی رو دارد، این دانش آموختگی، این کار آموختگی، این آگاهی نسبت به ضرورت‌های اقتصاد در عصر جهانی شدن، آگاهی از مشکلات، همه اینا رو این تیم به بهترین شکلی دارد. آیا اینکه این تیم بخواهد با راندخاران، به ویژه با راندخاران سپاه مبارزه بکند و از این بابت رویارویی کند با سرسختان و راندخاران سپاه و با بیت رهبری، بحث دیگری است که شوربختانه باید بگویم خیلی امیدوار نیستم. اما مسئله اصلی اینجاست، کارآموختگی و دانش آموختگی به درد نمیخورد اگر این مبارزه با راندخاری نباشد. چه فایده ای دارد که شما مثلا بهترین وزرا رو با بهترین تحصیل و با بهترین تجربه داشته باشید اگر این وزرا قرار باشد وزیر یک نظام دیکتاتوری باشد؟ چه فایده ای شهروند خواهد بود؟ همین هم در زمینه اقتصاد ببینید. این تیم اگر با راندخاری مبارزه نکند، آن دانش آموختگی و آن کارآموختگی فایده چندان نخواهد داشت. البته در هر حالت از دوران آقای احمدی نژاد بهتر خواهد شد، ولی تصدیق می‌فرمایید شما و بینندگان عزیز که کشور را بهتر از آقای احمدی نژاد اداره کردن برای هیچ کسی کار مشکلی نیست. مقامات ایران میگن یکی از عوامل بسترساز رانت در کشور وجود تحریم‌های گسترده بین‌المللیه. اگر مراحل اجرایی توافقنامه ژنو به خوبی پیش بره و تحریم‌ها کاهش پیدا کنه، آیا این مسئله شرایط کاهش فضای راندخاری کشور رو رقم خواهد زد؟ خیر. این البته مبارزه با راندخاری لازمش حل مسئله پرونده هسته‌ای است که من امیدوارم که اینطوری که شروع شده است تا به آخر برود و این مشکل پرونده هسته‌ای که جز هزینه برای کشور نداشته است و هیچ سودی برای کشور نداشته است به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فناوری، پرونده‌اش هرچه زودتر بسته شود و تحریم‌ها از سر کشور برود که شرایط بسیار سخت کرده است. و همین سختی بوده است که بسیاری از آقایان رو به میز مذاکره کشانده است و حتی مقام رهبری رو واداشته است که کارشکنی در این مذاکرات نکند. اما خب این تحریم ها خودش به علت اقتصاد راندخاری به وجود آمد، از جمله به علت اقتصاد راندخاری به وجود آمد. یعنی پس اقتصاد راندخاری قبل از و پیش از تحریم ها در کشور به وجود آمده است. ببینید تحریم ها شرایط کشور رو، وقتی تحریم ها از میان برند، شرایط اقتصادی کشور اندکی بهتر می شود و به شکل قابل ملاحظه ای شاید بهتر شود به لحاظ اینکه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور میاد. اما کماکان فعالیت های اقتصادی ما توجیه اقتصادی نخواهد داشت مادامی که آزاد نباشند کارآفرینا. برای اینکه به طور روشن‌تر به پرسش شما پاسخ بدم اینو بگم، فکر کنید آیا اگر روابط ایران با غرب، با اروپا و آمریکا در پی مذاکره بهتر بشود و روابط دیپلماتیک ایجاد بشود، مثلا بین جمهوری اسلامی و آمریکا و سفارت در کشور هم تشکیل بدن، آیا وضع بهتر خواهد شد؟ آری حتما. آیا این به این معنی است که استبداد در کشور ما از بین خواهد
مطرح. خب نه خیلی هرگز. این دو مسئله سواست. در اقتصاد هم همینه. این به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای که خب چند گام خوب تا کنون برداشته شده است. برای برداشتن تحریم ها که صمیمانه امیدوارم که تقویم برداشتن تحریم ها آن طوری که پیش بینی شده است انجام بشود، وضعیت اقتصادی ما رو بهتر از دورانی می کند که آقای احمدی نژاد کشور رو به اون طرف هل داد و فرو افکند. اما این به این معنی نیست که ما از اقتصاد راندخاری بیرون میاد. مسئله راندخاری یک مسئله ملی ملی است، یک مسئله ایرانی ایرانی است، مسئله خود ما ایرانی هست با خودمون که باید امتیاز بگیران و راندخاران رو به سر جای خودشان بنشانیم و اقتصاد و اقتصاد بازار بنیاد بکنیم. بازار در اقتصاد همچون مجلس است و محیط آزاد است در سیاست. مادامی که این اتفاق صورت نگیره با از میان رفتن درما، خب البته شرایط بهتر می شود، اما اقتصاد راندخاری سر جای خودش باقی میمونه و ما نمیتونیم جهش و توسعه قابل ملاحظه اقتصادی داشته باشیم. مؤسسه مطالعاتی هرتیش در گزارش اخیرش اعلام کرده که ایران در جدول آزادی‌های اقتصادی به رتبه 173 سقوط کرده. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی این به چه معناست؟ معنی دقیق این است که هنوز 23 پله وجود دارد که به آخرین رتبه سقوط بکنند. اینطوری که من میفهمم از این مسئله. ببینید، یعنی فضای کسب و کار در کشور بسیار تیره است. این رده‌بندی که میفرمایید رده‌بندی است که بر مبنای راحت بودن، آسانی و قابل اطمینان بودن، امنیت داشتن فعالیت اقتصادی در یک کشوری در نظر میگیره. خب وقتی که ما به اینجا سقوط کردیم، دو اتفاق بلافاصله باید به جان و دل ما بنشینه. یکی این که سرمایه دار نمیخواهد در این کشور سرمایه گذاری بکنه، چه سرمایه‌دار ملی چه سرمایه‌دار بیگانه. خب می‌دونید که چقدر سرمایه‌گذاری مثلا خارجی‌ها در چین کردن، در ترکیه کردن، در کره جنوبی کردن. این سرمایه‌گذاری‌ها به همراه خودش فناوری نو میاره، کارشناسی میاره، کاردانی میاره، مدیریت میاره. خب اول اینکه کشور ما از همه اینا محروم، دوم اینکه سرمایه ملی ما از کشور فرار می‌کنه. سرمایه خوب باید بتونه کار بکنه، وقتی فضا تیره و تاره خب این کار نمیکنه، میاد بیرون. ببینید، درست باز مقایسه سیاست اقتصاد رو ادامه بده. زمانی که یک قلمزن، یک روشنفکر، این در کشور زیر فشار سیاسیه، باید مهاجرت بکنه، یا نکارش یا زندانه یا بالای دار میره یا زیر حصره یا در حال نمیتونه گذران زندگی بکنه، این باید از کشور فرار بکنه بره. در زمینه اقتصادی سرمایه راحت‌تر امروز به ویژه میتونه مهاجرت بکنه، یعنی میتونه صاحب سرمایه در کشور باشه اما به طریقی سرمایه خودش رو به خارج حواله بده. این همون اتفاقیه که مدت هاست در ایران میفته و به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد خیلی شدت گرفت. خب وقتی سرمایه گذاری نشود، اتفاق دوم تولید نمیشه. وقتی تولید نشه یعنی ثروت افزوده نمیشه، یعنی بیکاری به شدت رشد میکنه و این وضعیت فلاکتبار ادامه خواهد داشت. چون وقتی که ببینید ثروت یک کشور که بعد ما برای اینکه وضعمون بهتر بشه باید اول ثروت تولید بشه در یه جایی، بعد این توزیع بشه. خب وقتی که ثروت تولید نمیشود چگونه این توزیع بشه؟ ما امروز تولید نفتمون کمتر از زمان پیش از انقلابه، یعنی 30 چند سال پیش، به علت اینکه سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره. تولید خود اگر اشتباه نکنم در سال آخر دوره آقای احمدی نژاد تولید صنعتی ما 9% رکود داشته، کم شده، کمتر از سال گذشته خود شده که تازه کم بوده. مسئله ایست. خب ببینید وقتی این تولید نمیشه یعنی ثروت تولید نمیشه، یعنی مردم فقیرتر میشن، یعنی عمدتاً ثروت یک کشور یا از افزایش سوده که عمدتاً با این یعنی تولید که وقتی میکنن و این با افزایش سود تولید میتونه بیشتر صورت بگیره و تولید که بیشتر صورت بگیره دستمزد بگیر و ازش بهتر میشه و بگیر و ازش بهتر میشه چون اشتغال بالاتر رفته.
خب اینا در کشور وجود نداره. آقای اسدی، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بحث مفاسد اقتصادی نباید رسانه‌ای بشه. آیا با این تحلیل موافقین؟ بدون شک یکی از کسانی که برنده جایزه نوبل شده است یک هندی اصل انگلیسی یا انگلیسی هندی اصل، ملیت دو کشور را دارد که در آمریکا مدت‌ها تحصیل کرده و آموزش کرده، جایزه نوبل برده، یکی از اقتصاددانای استثنایی است، آمارتیا سن. این از جمله به این دلیل جایزه را برده که در کشورهایی که آزادی سیاسی وجود داره هیچ وقت قحطی به کشتار جمعی نینجامیده. دلیلش هم اینه که به علت اینکه اطلاعات وجود داره، حتی در شرایطی که کم بوده مواد غذایی هست، مردم یه راه حلی پیدا میکنن. وقتی آقایون قدرتمدار دولت نشین فکر میکنن برای اینکه مثلا مردم دچار واهمه نشن، حقیقت کم بوده مواد غذایی رو به اونها نگن، خب وقتی که یهو یه کسی متوجه میشه که در تمام مغازه های محلش غذا پیدا نمیشه دارو بخره، این دیگه یهو به یک دفعتا نمیدونه باید چه کار کنه، وقت نداشته بفهمه چه کار کنه. در حالی که این اگر از پیش میدونست که آقا کمبود شده در کشور، این حالا یه ماه وقت داره، ده روز وقت داره، یک هفته وقت داره که یک راه حلی پیدا بکنه. این در مورد مفاسد اقتصادی هم همینه. وقتی که سرمایه گذار بداند که کسی که مفسد است، کسی که رانتخار است، این بهش برخورد میشه، در این مورد بحث میشه، در این مورد گفتگو میشه، این میتونه فکر کنی که پس جرم اینجا حاکم نیست، خب از قباحت نرفته است. این خب میتونه فایده داشته باشه، اولا میشه باش مبارزه کرد و دوم سرمایه گذار میتونه فکر بکنی که خب از قباحت نرفته است. من فکر میکنم که این صحبتی که جناب وزیر کردم صحبت بسیار درستیه و باید از آن پشتیبانی کرد، اما باز هم صمیمانه امیدوارم که این برخورد یک برخورد به این مورد یا آن مورد نباشه، برخورد ریشه‌ای باشه. باید اقتصاد رانتخاری از کشور بر بیفته. ببینید چهره ها میتونن عوض بشن، چهره ها رو گرفتن و تو زندان انداختن چه تغییری میده؟ مگر شهرام جزایری عرب رو نگرفتن؟ رانتخاری از اون زمان بیشتر شده که کمتر نشده. باید به ریشه ها برخورد بشه، باید انحصار و خودی و غیر خودی از اقتصاد کشور بلکه از سپهر سیاست کشور بر بیفته. این که شد مطمئنم سرمایه گذار اطمینان پیدا خواهد کرد، مطمئنم کشور شکوفایی خواهد داشت، مطمئنم یکی از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه اقتصادی میتونه از این مسئله بهره ببره. اما اگر کل درک آقای وزیر و آقای رئیس جمهور از مبارزه با رانتخاری برخورد به این یا آن چهره هست، من میتونم تضمین بکنم در محضر بینندگان عزیز که بعد از یه مدتی این شخص میرود، شخص دیگری میاید، شهرام جزاری عرب میرود، بابک زنجانی میاید، بابک زنجانی میرود، کسی دیگری میاید. باید این اقتصاد انحصارگر، انحصار خودی، انحصار خواص، انحصار راندخاران از ریشه از میان برود. سپاسگزارم از دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی که از پاریس با ما همراه بودند. با سپاس از فرصتی که به من دادید، به امیدوارم که باز هم این افتخار به من بدید در برنامه در کنارتون باشم و با درود به بینندگان عزیز. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بخشی از پولهای نفتی ایران به خاطر تحریم‌ها در سریلانکا بلوکه شده گفت در حال مذاکره برای بازگرداندن این وجه هستیم. بر اساس تحریم‌های آمریکا کشورهای خریدار نفت ایران مجاز به انتقال پول با هیچ ارزی به خارج از کشور نیستند و ایران تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالا در همان کشور استفاده کند. سریلانکا که 93% از نیازهای نفتی خود را از راه واردات تامین می‌کند، به خاطر تحریم‌های غرب مجبور به قطع واردات نفت از ایران شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از باقی ماندن بخشی از پول نفت ایران در سریلانکا به دلیل تحریم‌ها خبر داد و گفت امیدواریم این پول‌ها هر چه زودتر به کشور بازگردند. به گزارش ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده در 10th کمیسیون مشترک ایران و سریلانکا با اشاره به اینکه ایران در گذشته نفت خام را با شرایطی مناسب به سریلانکا می‌فروخت گفت
این کار بعد از تحریم ها متوقف شد، اما در این حال بخشی از پول نفت فروخته شده به سریلانکا در این کشور باقی ماند و به ایران باز نگشت. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به سفر وزیر سریلانکا به ایران، زمینه برای حل شدن مشکل بلوکه شدن دارایی‌های نفتی ایران در این کشور به زودی حل شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران و سریلانکا در گذشته در زمینه بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های نفتی سریلانکا به توافق رسیده بودند، افزود ایران حتی کارهای مهندسی این پروژه را هم انجام داد، اما به دلیل فراهم نشدن فایننس 1 میلیارد دلاری این پروژه در نهایت عملیاتی نشد. نعمت‌زاده همچنین حجم تبادلات تجاری بین ایران و سریلانکا را بسیار پایین توصیف کرد و گفت هیچ یک از دو کشور از سطح کنونی تبادلات تجاری راضی نیست. در این حال متاسفانه موضوع تجارت ترجیحی بین ایران و سریلانکا نیز مدت هاست به دلایل مختلف معوق مانده و اجرایی نشده است که امیدوارم هرچه زودتر عملیاتی شود. ایران و سریلانکا پیشتر بر روی تجارت ترجیحی مذاکره کرده بودند، اما واردات ایران از این کشور عموماً منحصر به چای است. هنگامی که دو کشور در مورد برخی کالاها تعرفه را کمتر در نظر می‌گیرند، به اصطلاح با یکدیگر تجارت ترجیحی دارند. سریلانکا در سال 2012 صادرات چای به ایران را تا 32% نسبت به سال 2011 افزایش داد و به نزدیک 37 هزار تن رساند. اما این مقدار در مقابل بدهی نفتی ایران چندان مبلغ چشمگیری نیست. سریلانکا پیش از تحریم‌های آمریکا که از ژوئیه 2012 به اجرا گذاشته شد، روزانه 39 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 23 دی ماه سال جاری گزارش داده بود که بدهی این کشور به ایران از بابت واردات نفت 250 میلیون دلار است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران مجاز به انتقال پول با هیچ ارزی به خارج از کشور نیستند و ایران تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالا در همان کشور استفاده کند. بعد از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که قرار است از 30 دی ماه اجرا شود، ایران اجازه خواهد یافت که 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج را به داخل کشور منتقل کند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و منابع خارجی تخمین زده می‌شود که هم‌اکنون 60 تا 70 میلیارد دلار پول ایران در خارج بلوکه شده است. چند روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست، انتقادهای اصولگرایان به سخنان او همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌های اصولگرا وی را متهم به بی‌تفاوتی و ترویج اباحه‌گری کردند. در این خصوص حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی ادعا کرده است که پیامبر اسلام حکم به ترور شاعران مخالف خود داده است. حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی در ایران در انتقاد از سخنان حسن روحانی ادعا کرده است که پیامبر اسلام حکم به ترور شاعران مخالف خود داده است. آقای رحیم‌پور ازغدی که از 9 سال پیش به حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عضویت شورای انقلاب فرهنگی در آمده است، پیش از این به عنوان یکی از نظریه پردازان نیروهای تندرو در ایران شناخته می شود. آقای رحیم‌پور ازغدی بیان که نامی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران ببرد، به بخشی از سخنان او پاسخ داده است که گفته بود تقسیم بندی هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بی معناست. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در واکنش به سخنان روحانی در جمع هنرمندان افزود که به باور او هنر ادامه دادن راه کشته شدگان در راه اسلام و فریاد زدن فریادهای آنان است. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود هم در واکنش به سخنان روحانی گروهی از هنرمندان را علف هرز، بیدرد و هنرمند نما توصیف کرد و درباره حسن روحانی نوشته است که انتظار نمی رود رویکرد سکولاریستی به هنر از سوی ایشان توجیه شود. روزنامه کیهان بیش از 2 دهه است که روشنفکران و هنرمندان را هدف حملات و انتقادهای تند و تیز خود قرار داده است و آنها را ناتوی فرهنگی معرفی می کند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز روز شنبه در یادداشتی با انتقاد از اظهارات تازه حسن روحانی نوشت ساخت فیلم‌های زیرزمینی و دور زدن وزارت ارشاد و نشان دادن تصویری خشن، سیاه و ناامیدانه از کشور چه تعریفی جز اقدام علیه امنیت دارد؟
از سوی دیگر محمد کاظم انباللویی دبیر سیاسی مؤتلفه اسلامی نیز در سرمقاله روزنامه رسالت با اشاره به سخنان تازه حسن روحانی نوشته است: وقتی یک عده از به اصطلاح هنرمندان طی 3 دهه گذشته در عرصه کتاب، مطبوعات و سینما با مذهب رسمی کشور و نظام و قانون اساسی اعلام جنگ کردند، وظیفه رئیس جمهور چیست؟ این حملات شدید و لحن همراه با اهانت و اتهامات تازه علیه هنرمندان و نیز سخنان روحانی در حالی است که روزنامه شرق دیدار چهارشنبه شب حسن روحانی با هنرمندان در تالار وحدت را کارت سبز هنرمندان به روحانی توصیف کرده است و روزنامه اعتماد ضمن انتشار متن سخنان و یادداشت‌هایی در حمایت از این دیدار از قول هنرمندان شرکت کننده در این دیدار خطاب به حسن روحانی نوشته است: برای دیدبانی از هنر اجنه‌ها را انتخاب نکنید. در همین راستا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حین بازدید از خبرگزاری ایرنا درباره توقف نشریه یا رسالت الحسین گفت: این هفته نامه به دلیل نشر اکاذیب توهین آشکار و استفاده از ادبیات لومپنی در شأن جمهوری اسلامی نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخی افراد که طرفدار دولت پیشین بوده و از روی کار آمدن دولتی با سیاست‌های جدید ناراضی هستند، از سوی در پی دست گذاشتن روی نقاط ضعف دولت جدیدند و از سوی دیگر در کار خبری خود دست به جعل و تحریف می‌زنند و اخبار را بنابر سیاست‌های خود تحریف می‌کنند. جنتی افسود که این افراد برای دولت 11 شناخته شده هستند و طبیعی است که از سیاست‌های کنونی فرهنگی دولت 11 ناراضی باشند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه 18 دی در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران با بیان اینکه وظیفه دولت مداخله در هنر نیست، تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست و به انتقاد از هنر فرمایشی پرداخت. رئیس جمهور ایران همچنین نگاه امنیتی به هنر را بزرگترین اشتباه امنیتی برشمرد و اظهار داشت: همه باید بدانیم که هنر خطر نیست و هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی اندازد. به هنر و هنرمند اعتماد کنیم. روحانی با بیان اینکه هنر و آزادی رابطه مستقیم دارد اظهار داشت: در غیر فضای آزاد هنر واقعی خلق نخواهد شد. ما در بخش هنر نمی توانیم با دستور هنر را بیافزاییم و خلق کنیم. او همچنین متهم کردن هنرمندان به فساد را کار غلط و اشتباهی دانست و افسود: برخی هنرمندان ما را به غرب زدگی متهم می کنند. استدلال آنها این است که بدنه هنری جامعه ما را فساد فرا گرفته است. این بنا را باید ویران کرد و از نو ساخت. یکی از تفکرات غلط و اشتباهی بود که در ذهن بعضی ها آمد و متاسفانه در این زمینه قدم هایی برداشته شد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور اصلاح طلبان در مجلس 10 هشدار داد. در این خصوص علی مطهری نیز روز گذشته وقایع سال 88 را اعتراض مدنی نامید و شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیت را مجرم نخست انتخابات آن سال اعلام کرد و گفت مردم گفته های 4 سال گذشته نظام درباره این وقایع را نپذیرفتند. 10 دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 1394 برگزار خواهد شد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور اصلاح طلبان در مجلس 10 هشدار داد و گفته است با روی کار آمدن دولت حسن روحانی یخ اصلاح طلبان در حال آب شدن است. محمد رضا باهنر گفت خطر تغییر جریان در مجلس آینده وجود دارد. یخ اصلاح طلبان با آمدن دولت جدید در حال آب شدن است. برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. به همین دلیل هیچگاه نباید فتنه 88 و 9 دی ماه را فراموش کرد. به دنبال رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان در 3 دوره انتخابات مجلس‌های 7، 8 و 9، اصولگرایان توانستند اکثریت کرسی‌های این 3 مجلس را در اختیار داشته باشند. شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس 4 و پس از تغییر قانون انتخابات نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را استصوابی اعلام کرد و در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را رد کرد. شمار زیادی از نمایندگان مجلس 6 که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان بود برای انتخابات مجلس 7 رد صلاحیت شدند. 139 نماینده مجلس 6 از جمله نایب رئیسان در اقدامی بی سابقه در تاریخ مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این اقدام دست به تحصن زدند، اما این تحصن باعث تغییر رأی شورای نگهبان نشد.
همزمان با اظهارات محمد رضا باهنر در خصوص حضور اصلاح طلبان در ترکیب مجلس دهم، رسول منتخب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته است که اصلاح طلبان با یک لیست واحد در انتخابات مجلس دهم شرکت خواهند کرد. حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز گفته است این حزب در قالب ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی لیست ارائه می‌دهد. حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در مجلس و نگرانی اصولگرایان از این موضوع در حالی است که هنوز سایه حوادث انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 88 سنگینی می‌کند و دو تن از کاندیداهای آن زمان یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند. در این راستا محمد جواد لاریجانی در برنامه تلویزیونی خطاب به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفت فتنه ختم شد و در نهم دی ماه مهر پایان هم به آن زده شد. جواد لاریجانی گفت که علی مطهری فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌داند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود. در واکنش به این سخنان هم علی مطهری نامه سرگشاده نوشت و جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه را متهم کرد که در ارتباط با اعتراضات سال 88 خود را به ندانستن و غفلت زده و دچار زکام سیاسی شده است. مطهری همچنین با بیان اینکه ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم درباره نحوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 گفت که وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوام نیست. وی افزود که خودتان هم احساس میکنید که مردم همه آنچه را که به طور یک طرفه در این 4 سال گفتید نپذیرفتند. او از لاریجانی پرسید اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام نهم دی ماه امسال همفکران شما در رسانه ملی و رسانه های همسو این همه جنجال آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود و اگر فتنه ختم شده است چرا اینقدر درباره آن سخن میگویید؟ این نماینده مجلس همچنین از جواد لاریجانی پرسیده اگر فتنه خشم شده است حکم مجازات آقایان موسوی و کروبی و احمدی نژاد چیست و در کدام دادگاه صالح صادر شده است. علی مطهری در هفته‌های اخیر بارها مواضع خود در مورد شیوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 را تکرار کرده است که این امر باعث اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضات 88 انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت که اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. و اما گونه های گیاهی و جانوری کمیاب میراث طبیعی هر کشوری محسوب میشن. پایان این بخش برنامه گزارشی است از همکارم مهستان بختیاری از وضعیت نگران کننده این گونه جانوری کمیاب در ایران که خطر انقراض آن سال هاست دغدغه فعالین محیط زیست ایران بوده. از هزاران سال پیش میهمان فلات مرکزی ایران و دشت‌های زیبای ایرانی بوده. حیوانی به غایت زیبا که اگرچه در زمره گربه‌سانان وحشی قرار میگیره اما به نسبت آرام و ادا تربیت پذیر. امروز اما این میهمان هزاران ساله فلات مرکزی ایران زمین در معرض خطر انقراض قرار گرفته. آیا طبیعت ایران یک بار دیگر با یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های جانوری خودش برای همیشه خداحافظی خواهد کرد؟ ردپای یوز پلنگ ایرانی رو میشه از هزارهای دور حتی در دست نوشته ها و مینیاتورهای ایرانی دنبال کرد. بر اساس گزارش های موجود جمعیت این گونه جانوری پیش از انقلاب در ایران حدود 200 قلاده بود، اما در طی سالیان اخیر به شدت کاهش پیدا میکنه جمعیت اون، به نحوی که تنها 50 تا 70 قلاده از اون در جهان و اون هم مشخصا در ایران باقی میمونه. از بین رفتن زیستگاه طبیعی یوز پلنگ ایرانی، احداث جاده در فلات مرکزی ایران، کمبود طعمه و استخراج معادن از عمده دلایل کاهش جمعیت یوز پلنگ ایرانی بوده. مجموعه این نگرانی ها باعث شد تا بخش بزرگی از فعالین محیط زیست ایران از سال 2001 در یک پروژه مشترک با بخش برنامه و توسعه سازمان ملل متحد تلاش زیادی رو برای نجات جان یوز پلنگ ایرانی آغاز بکنن. اما کارشناسان میگن برای انجام این مهم نیازمند اون هستن که جمعیت یوز پلنگ ایرانی که فعلا 50 تا 70 قلاده تخمین زده میشه به بالای 200 قلاده برسه. امری که غیر ممکن نیست اما به غایت بسیار بسیار مشکل هستش.
در این میان فدراسیون فوتبال ایران هم به جمع حامیان یوزپلنگ ایرانی پیوسته، به نحوی که اخیراً در سفر 2 ماه پیش آقای سپ بلاتر به ایران پروتکل مشترکی رو سازمان محیط زیست ایران و فدراسیون فوتبال تهیه میکنن و طی اون پیشنهاد میدن به آقای سپ بلاتر که لوگوی ویژه یوزپلنگ ایرانی بر روی پیراهن‌های تیم ملی فوتبال ایران درج بشه تا در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی در برزیل توجه بیشتر جهانیان رو به این موضوع جلب بکنه. البته مقامات محیط زیست ایران پیشتر عنوان کرده بودن که موافقت ضمنی آقای بلاتر رو در این زمینه دارن، اما اخیرا در چند روز گذشته نامه از فیفا به ایران ارسال میشه که تیون گفته میشه که این پیشنهاد ایران به نوعی غیر عملی هستش و مغایر با قوانین جهانی فیفا. با این همه حال دوستداران یوزپلنگ ایرانی و فدراسیون فوتبال ناامید نشدند و قرار هست که در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی در برزیل تبلیغات محیطی گسترده‌ای رو در این زمینه آغاز بکنن، از جمله درج لوگوی یوزپلنگ ایرانی بر روی اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی و همینطور درج اون بر روی پیراهن‌های ویژه هواداران. با وجود همه این تلاش‌ها به نظر می‌رسد که فعالین محیط زیست ایران این روزها بیش از هر کس دیگری با دلنگرانی خاصی رد پای یوزپلنگ ایرانی را دنبال می‌کنند. با این همه حال باید گفت اگرچه یوزپلنگ ایرانی تنهاست، اما همچنان با شکوه و پرغرور. بسیار سپاسگزاریم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین. تا برنامه دیگر، بدرود.